با سلام و درود به یاران عزیزم و آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگی. برنامه شطرنجی با شیطان یک مهره رادیویی بر علیه مکتب آقای طاهری، اما در کنارش ما میبینیم که روزنامه کیهان هم مصاحبه هایی با مسئول مؤسسه زیر مجموعه اداره فرق و ادیان موسوم به انجمن نجات از حلقه ترتیب میده در 3 جلسه در آذر ماه. و از جانب دیگه مشاهده میکنیم که اصلا یک نشریه اختصاصی زیر عنوان عصر اندیشه شماره 9 فقط به منظور سیاه‌نمایی از شخص آقای طاهری و مکتب آقای طاهری توسط پیام فضلی نژاد کارمند روزنامه کیهان انتشار پیدا میکنه، مشتمل بر تعدادی مصاحبه های مجعول که کسانی که در این نشریه ادعا شده که با اونها مصاحبه شده تخطئه کردن مطالب این نشریه رو و تکذیب کردن که هرگز چنین مصاحبه هایی صورت نداره. من نمیدونم افغان حرفه اصولش چیه؟ نفیان یا اثباتن؟ چیزی با در بدونه؟ من اگه خواست شما میگم چیز بدعته، بدعت در برابر سنته، بدعته چیز نوعی را آدم بیاره وارد دین بکنه. اصول مثلا انکار معاد، مثلا انکار نبوت، و این میشه بدعت. نمیشناسم، نمیدونم، ندیدم، نه جایی خوندم دارم میدونم که بدعته. این مثلا اطلاعی ندارم از اصول این مکتبی که معروف به حلقه هست. تو من نفی کرده باشم یا اثبات کرده باشم بگم بدعته یا بگم سنته. حالا در هر حال من نگاه بکنم، من چین مصاحبه نکردم که بگم بدعته یا سنته یا بر علیه ایشونه حرفی زده باشه. نمیشتاسم، خدا خیلی چیزی ندیدم. من هیچ چیزی که اطلاع ندارم هیچ وقت نمیگم. از جمله مصاحبه با شخص خود آقای طاهری که توسط وکیل آقای طاهری این مصاحبه تکذیب شده. باز این تنها روش نیست که اینها اتخاذ کردند، بلکه سعی کردند که پای مراجع تقلید رو هم به میون بکشن و از اونها استفاده ابزاری کنن و بر علیه آقای دکتر محمد علی طاهری فتوای ارتداد بگیرند و بعد به قاضی فشار بیارن که شما بر اساس فتاوی 3 مرجع تقلید حکم اعدام صادر کنید. اینها مهره های مختلفه که به حرکت در میارن اشخاصی که زیر مجموعه فرقه تکفیری نفوذی در اداره فرق و ادیان هستند. حال ما برنامه شطرنجی با شیطان رو گوش میکنیم. با اعلام ساعت 13:32 از شبکه رادیوی تهران از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه این شبکه همچنان همراه باشید با برنامه شطرنج با شیطان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امیرعباس عبداللهی امروز در خدمت سه محقق بزرگوار هستیم با بحث عرفان حلقه یا شعور کیهانی که از محضر این بزرگواران در این برنامه استفاده میکنیم. جناب آقای نمازی، کارشناس فرهنگی، سرکار خانم میرزاییان، مدیر انجمن نجات از حلقه و محقق علوم قرآنی و همینطور سرکار خانم گلباز، مدیر سایت انجمن نجات از حلقه و با گرایش تحصیلی مدیریت فرهنگی. این برنامه در رادیوی سراسری زیر عنوان شطرنج با شیطان با هدف شیطان سازی از مکتب شعور کیهانی و بنیانگذار مکتب شعور کیهانی ساخته و پرداخته میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما خواهران بزرگوار و شنوندگان عزیز و محترم. ما نمیخوایم ابتدا اینجور عنوان بکنیم که این کلاس ها و این تفکر شیطانی هستش. بعد توی بحث به این نتیجه شنوندگان و کسانی که گوش میکنن برنامه رو برسن. لذا من خواهشم این هستش که در ادامه ما این پیش‌داوری‌ها به عزیزان شنونده ندیم و بگذاریم که از بحثی که اینجا مطرح میشه خودشون به نتیجه برسن. داشتیم کسانی که مرید هستند یا طرفدار هستند یا علاقه دارند به این شبکه‌ای که ایجاد شده بحث میکنن که شما یک طرفه میایید صحبت میکنید، شما یک استادی رو مثلا محدودش کردید، حالا خودتون دارید میایید صحبت میکنید، اون نیست جواب بده. که من اینجا پاسخ این افراد رو بدم خدمت شما و شنوندگان، این که اولا این استاد اگر استاده که اونها قبول دارند 10-15 سال حرفاشو زده و کسی هم در مقابلش نبوده، بحث نکرده، کتاب کرده، نوار کرده، همه حرفاشو زده. بعد هم هر کس ازش سوال داره این فرد میگه برید آقا کتابای منو بخونید و نوارهای من رو گوش کنید. هدف اینه که چنان جو و فضایی بر علیه این مکتب در اذهان مخاطبان ایجاد بشه که اونها حساسیتشون رو نسبت به جان بنیانگذار این مکتب از دست بدن، بی تفاوت بشن، بلکه دشمن و معاند بشن اگر بشنوند که دادگاه حکم اعدام برای بنیانگذار این مکتب صادر کرده. دلنگران و ناراحت نشن، پیش خودشون بگن خب حقش بود. هدف اینجا اعدام جریان فکریه، هدف دفن کردن مکتب فکری. به این منظور که باید بهش صورت شیطانی داده بشه و به این منظور که برنامه شطرنج با شیطان سر و سامان میگیره. جناب آقای نمازی، در بحث‌های طاهری با توجه به اینکه ایشون ادعا میکنه که من مدرک دکترا دارم، آیا به واقع وزارت علوم ما این مدارک رو تایید کردن؟ حالا یک کشوری اومده دکترای افتخاری داده بهشون، اشکال نداره، شاید یک دانشگاهی بیاد بگه حرفایشون در راستای مبانی ماست. خب این رو کجا گفته اولین بار؟ یک دانشگاهی مثلا در ارمنستان گفته. شما این دانشگاهی در ارمنستان مبانی فکری یک دانشگاه که همه به اصطلاح سطوح مدیریتی، اساتید اینها مسیحی هستند، چه چیزی را قبول دارند و به چه کسی مدرک میدند و چرا میدند؟ خب ما وقتی میایم همه مبانی اینها رو مطالعه میکنیم، به خصوص تو بحث درمان، احساسمون این هستش که خیلی چیزها از دین دیگه گرفته شده، یعنی در دین خود ما وجود نداره. خب و تلاقی پیدا کرده اینها با دین دیگه، خب مشخص هستش که یک جای دیگه میاد میپذیره. در اینجا یک نکته جالبی به نظر میرسه و اون اینه که مخاطب دچار سرگشتگی میشه
که وقتی سیستم پروپاگاندا با استفاده از رسانه ها، از وبگاه ها، از رادیو و سوء استفاده از مراجع تقلید و غیره هدفش رو میخواد به کرسی تحقق بنشونه، خودش دچار تناقض و پارادوکس میشه. مثلا ادعا میکنند آقای دکتر محمد علی طاهری به عنوان یک کاشف و مخترع و متخصص علمی نظریاتش مورد تقدیر مجامع علمی قرار گرفته، علم. اما بعد بلافاصله میگن اون کشوری که به ایشون مدرک دکترا داده کشور ارمنستانه و کشور ارمنستان یک کشور مسیحیه و آیین مسیحیت با آیین اسلام تفاوت داره، پس اون دیپلم اعتبار نداره. اینجا اصلا بحث اعتقادی نیست، بحث علمیه. بسیاری از افراد در ایران هستند که با بورس‌هایی که حکومت در اختیارشون میذاره میان به خارج از کشور برای تحقیقات و پژوهش‌های علمی و غالبا میرن به کشورهایی که فرهنگ غالب در اونجا مسیحیته. اون چه سرگشتگیه که این اعضای اداره فرق و ادیان دوچارش شدند؟ شفنج باشتا سرکار خانم میرزاییان، سوالی که اینجا به حساب مطرح میشه در رابطه با بحث عرفان حلقه، گرایشات حلقه و افرادی که حالا نجات پیدا میکنن از این حلقه چطوری ساماندهی میشن، داره چه مشکلاتی هستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. من ابتدا لازم میدونم که یه معرفی از این عرفان حلقه داشته باشم برای اینکه ذهن شنونده آماده بشه. تقریبا از نیمه دهه 70 یه محفلی در تهران شکل میگیره به نام عرفان حلقه که شخصی به نام محمد علی طاهری میان با همکاری تعداد افرادی یه فرقه ای رو پایگذاری میکنن که برای این فرقه هم یه اساسنامه ای تنظیم میشه که حالا ما بحث میکنیم روی مسائلی که روی اساسنامه اومده که بعدها این به عنوان عرفان کیهانی منتشر میشه که فعالیت اصلیشون به این صورت بوده که در قالب یه دوره های آموزشی اینها تدریس رو شروع میکنن. ابتدا خود شخص آقای طاهری این تدریس رو شروع میکنه ولی با گذشت زمان ایشون شاگردانی رو تربیت میکنه که اینها در قالب 8 ترم 6 جلسه‌ای وقتی که آموزش ها رو میدیدن با نام مستر یا استاد این شاخه عرفانی معرفی میشدن و خودشون دوره ها رو برگزار میکردن و مسیرهای جدیدی رو تربیت میکردن، به حالت هرمی این مسیرها آموزش میدیدن و البته این آموزش ها درآمدزا بوده برای اینها، هم برای خود شخص طاهری هم برای مسیرهایی که این آموزش ها رو میدادن و البته خود آقای طاهری ادعا میکرده که این درآمدها رو در راه امور خیریه مصرف میکنه. ولی چیزی که مشخص هست و تحقیقاتی که ما انجام دادیم آقای طاهری از این رو به ثروت کلانی رسیده و همینطور مسترهایی که خیلی اصرار دارن روی این آموزش ها و این کار رو هنوز هم دارن ادامه میدن بیشتر روی این مسئله تاکید دارن و این مسئله براشون اهمیت پیدا میکنه. بعد از گذشت چند سالی که این بحث در جامعه اتفاق افتاد و این آموزش ها رایج شد و یه عده‌ای از مردم گرفتار این بحث شدن، لازم شد که یه حرکتی در جهت مقابله با این فرقه انحرافی که فرقه واقعا انحرافی درون دینی و با ظاهر اسلامی وارد عمل شده بود، یه حرکتی لازم بود انجام بشه و با این عرفان مقابله بشه، چون خیلی از کسانی که وارد این عرفان شدن به ظاهر اسلامی این عرفان
تکیه کردن و اعتقاد پیدا کردن که این عرفان عرفان اسلامی هست، که البته در ادامه بحث انشاءالله ما میگیم که چطور استفاده شد از این بحث. دست به تشکیل یک انجمن مردمی دادیم به نام انجمن نجات از حلقه. توی این انجمن کارشناسان و محققان علوم دینی و کسانی که با این عرفان درگیر شدن و بعد از یه مدت زمانی، حالا هر کدومشون بعد از گذروندن یه ترم، دو ترم یا حتی هشت ترم، به باطل بودن این عرفان پی بردن و خارج شدن و ضروری دونستن که واقعا با این انحراف مقابله کنن، ما دور هم جمع شدیم، این انجمن رو تشکیل دادیم و شروع کردیم به تحقیق و یه پژوهش علمی روی این عرفان و آگاهی دادن. یعنی هدف اصلی ما اینه که به جامعه این آگاهی رو بدیم که این عرفان عرفان اسلامی نیست و شاید اصلا عرفان نیستش، و کمک کنیم به جامعه برای جلوگیری از این فرقه انحرافی و همینطور هم به کسانی که درگیر هستن، هنوز کلاس ها رو میرن با این زمینه، انشالله ما بتونیم به اینها کمک کنیم و آگاهی های لازم رو بدیم. حالا من فکر میکنم که شنونده باید این پیش‌زمینه رو تو ذهنش داشته باشه که ما اگر اینجا هستیم و به عنوان کسانی که به صورت تحقیقی داریم با این عرفان برخورد میکنیم و داریم یک اندیشه رو بررسی میکنیم، ما قصد حالا زیر سوال بردن شخص رو نداریم، ما اومدیم که اندیشه رو بررسی کنیم و واقعا به صحت و سقم این اندیشه پی بریم. قضاوت رو هم می‌ذاریم به عهده مخاطبین که خودشون ان شاءالله این قضاوت رو داشته باشن که بر حق هست یا باطل هستش. سلام خانم گلواز، حضرت عالی، در رابطه با بحث رأی، حالا چون شما مدیر سایت هم هستید، خب نوعاً اکانت هایی برای شما میذارن، حالا دوستان بیشتر آموزه های آقای طاهری در رابطه با وحی و خود اثبات وحی به چه صورتی است؟ آیا ایشون نفی میکنه این آموزه ها رو، اثبات میکنه، یا اینکه قائل بر این هستش که اینم میگه که الهام درونی است، یا اینکه به من الهام شده و من اون تجربه شخصی خودم رو دارم بیان میکنم؟ اگر یه مقدار توضیح بفرمایید که شنوندگان ما هم آشنا بشن. به نام خدا، ضمن عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم این برنامه. ابتدا اگه بخوام سوال شما رو جواب بدم، بله، آقای طاهری مدعی هستن که تمام تئوری هایی که ارائه میدن در این مکتب بهشون الهام شده، آگاهی هایی است که براشون رسیده، که ما البته در این مورد مطالب روی سایت گذاشتیم و بررسی کردیم که آیا اصلا میشه یک شخص بتونه الهام های شخصیش رو به صورت تشریعی به مردم ارائه بده یا خیر، که بر اساس موازین اسلامی ما چنین چیزی امکان نداره، چون وحی که تشریعی باشه و بشه به مردم ارائه داد و بهش جنبه اجتماعی داد بعد از پیامبر اسلام خاتمه پیدا کرده، ختمیت داریم ما روی وحیمون. بنابراین مثلا اینکه ما سهه میذاریم برای اینکه ما میتونیم الهام‌های شخصی داشته باشیم بر اساس همون منابع دینیمون، ولی اینکه ما بتونیم این الهامات شخصی رو به این شکل کلاس بندی بکنیم، در هشت ترم آموزش بدیم و روش و مناسک و آیین‌های جدیدی بر اون ارائه بدیم، چنین چیزی کاملا تضاد داره با دین ما و کاملا تضاد داره با مفاهیمی که ما داریم. ما میگیم اشکالی هم نداره اگر که ایشون میخواد بیاد یک دین جدید بیاره، خب در جای دیگه ای باید این قضیه بررسی بشه، ولی اینکه ایشون میاد میگه که ما اسلامی هستیم و تطابق داریم با اسلام، این جزء نقدهای ما به حرفای طاهری هست، که ما میگیم که اگر که شما اعتقاد دارید به پیامبر اسلام و اگر که میگید در اون دینی هستید، شما نمیتونید این تضاد به این بزرگی رو با داشته باشید. خود من که سر این کلاس ها می رفتم، چون من رشتم هم یه رشته مرتبط با علوم انسانی بود، اولین بحثی که باعث شد من به شک بکنم به مبانی این عرفان همین قضیه بود که چرا کتاب‌های طاهری انتهاش منابع نداره. چیزی که ما خیلی توی تحقیق بهش اصرار میکنیم وجود منابع، و وقتی یک تئوری اعتبار پیدا میکنه که منابع موثقی داشته باشه. وقتی که انتهای هیچ کدوم از این کتاب‌ها منابعی نبود، ما میگفتیم خب این حرفا رو از کجا آورد آقای
طاهری و تنها چیزی که به ما میگفتن این بود که این حرفا مال خودشونه، ایشون بنیانگذار این مکتب هستن و اینها دریافت‌ها و آگاهی‌هایی است که بهشون رسیده. از اونجا بود که من شک کردم و کار تحقیقم رو این قضیه شروع کردم. طی تحقیقاتی که داشتم به اینجا رسیدم که وقتی رد پای حرفای آقای طاهری رو میشد توی مکاتب دیگه پیدا کرد، توی شامانیزم پیدا کرد، توی کابالا پیدا کرد و روش‌هاشون مشابه روش‌های اونها بود، روش‌های اتصالاتشون یا روش‌های درمانیشون مثل این روش‌هایی بود که اونها داشتن. مثلا اینکه مفهوم موجودات غیر ارگانیک دقیقاً به همین عبارت در کتاب شامانیزم کارلوس کاستانتا وجود داره، من دیگه آروم آروم شک کردم به این قضیه و بعد در مراحل تحقیقم به این قضیه برخورد کردم که آقای طاهری کتابخونه خیلی عظیمی از این کتاب ها و مکاتب شرقی و غربی داشتن. به من گفته شد که کنار این کتاب ها حتی یادداشت برداری می کردن، بعضی از این کتاب ها حتی انقدر ورق ورق شده بود که سیمی شده بود. و چطور میشه که مثلا ما وقتی میتونیم قبول کنیم که به پیامبر اسلام وحی شده که میدونیم پیامبر اسلام کاملا بی سواد بوده و بعد از اینکه وارد غار حرا میشه میتونه خوندن و نوشتن رو به صورت کاملا معجزه‌وار فرا بگیره، در حالی که کتابخانه آقای طاهری پر بوده از این کتاب‌ها و حرف‌ها کاملا تشابه داره. هر عقل سلیمی اینجا باید شک بکنه و فکر کنه که چطور میشه اینقدر تشابه وجود داشته باشه. به هر حال بر اساس همین شک‌ها بود که من آروم آروم از این فرقه اومدم بیرون و الان مدیریت سایت نجات از حلقه رو دارم و سعی می‌کنم چیزهایی رو که ما یاد گرفتیم داریم روشون تحقیق می‌کنیم با دیگر دوستان توی انجمن به مردم اطلاع رسانی کنیم در موردش. میتونیم بگیم بیشتر این افرادی که این چنینی رفتار میکنن یک نوع بیمار هستن؟ چرا بعضی ها خودشون رو برای اینکه جا بندازن دکتر و مهندس رو یا تحصیل کرده معرفی میکنن؟ ببینید این یک آسیب شناسی در جامعه ما باید بشه، چون ما تصورمون این هستش که اگر کسی آمد مثلا یه بحث علمی کس حتما دکتره. گاهی هم مثلا بحث علمی نیست ولی فکر میکنیم اون که گوش میدن فکر میکنه علمیه و این فردم بعد دکتر باشه یا بعد مهندس باشه یا حالا که اومده مثلا تیربور رو در اختیار گرفته باید از این ویژگی برخوردار باشه. این یک فردی هم که میخواد خودش رو جا بندازه در اذهان خیلی بدش نمیاد که حالا یک واژه دکتر، مهندس، استاد این چیزها صداش بکنن برای اینکه بهتر جا بیفته مطالبش در اذهان. این هم یک اشکال هستش. کسی واقعا اگر صداقت داشته باشه در بیان میاد میگه که آقا من تحصیلاتم اینقدر هست، منطقه روی بحثی مطالعه کردم، با اون بحث آشنام و این بحث رو در اختیار بقیه میذارم، انتقادها و سوالاتم جواب میدم، میپذیرم، بحث میکنیم با هم دیگه. نه اینکه بپذیرم من فلان مدرک تحصیلی رو دارم، همه هم باید حرف من رو گوش بکنن، کسی هم حالا سوال نکنه، اگرم سوال داره خب بره کتابای من رو بخونه دیگه، برای چی به اصطلاح جلسه رو میخواد با سوال کردن سپری بکنه. اینها قواعدی است که ما معمولا در فرقه ها میبینیم. افرادی که خودشون رو خودخوانده میدونند تصور میکنن که از جایی نباید خط بگیرن، از جایی نباید اندیشه بگیرن و اون چه که در اندیشه خودشون هست و نشستن مثلا حلاجی کردن، تبیین کردن، تبیین جهان دارن، این دیگه آخر خطه و اینها میتونن به اصطلاح کلاس بگذارن، کتاب بدن، سیدی پخش بکنن و انواع اصلا فعالیت های اجتماعی رو داشته باشن و همینجاست که بعضی تخلفات ایجاد میشه. اما اینکه حالا دنیا میاد به اصطلاح بعضی چیزها رو قبول میکنه و مدرک دکترا به یک فرد میده، این یه مقوله دیگه هستش. پس اینجا ما این رو بگیم که شما وقتی از فرقه حلقه صحبت میکنید، رهبر این فرقه دارای تحصیلات عالیه نیست. دوستان عزیز، مطالبی که تا اینجا به عرض شما رسید در رابطه با یکی از برنامه‌های رادیویی موسوم به شطرنج با شیطان بود. در زمانی که این برنامه تهیه شده بود، مدیر مسئول مؤسسه موسوم به نجات از حلقه شخصی به نام خانم میرزایان بود که بعداً
جایگزین شده با آقایی به نام آقای انهاری و این دو شخص اگرچه دو فرد متفاوت هستند اما چون هر دو وابسته به یک مرکز و فارغ التحصیل از یک جریان فکری هستند، همون حرفایی رو که اون خانم میزنه این آقا هم دقیقا نظیر همون حرفها رو میزنه و نشون میده که هر دوشون به صورت توتیوار مطالبی رو که بهشون القا شده تکرار میکنن. این آقا ازش یک مصاحبه سه قسمتی در روزنامه موسوم به کیهان که فرق گراترین روزنامه در ایران به شمار میره انتشار پیدا کرده. خلاصه مطلب رو به این ترتیب آقای انهاری به روزنامه کیهان بیان میکنه. اول میگه این موضع مشترک من و دوستانمه، مانند آقای مظاهری سیل و آقای شریف دوست و چند تا اسم دیگه. ایشون اگر روزی 100 بار اعدام بشه هم باز کمه و جبران آسیب‌هایی رو که ایشون وارد کرده نمی‌کنه. اما آقای انهاری این مطلب رو به عنوان نظر خودش نمیگه، بلکه به عنوان نظر کسانی که ایشون از اونها به عنوان آسیب دیده از مکتب شعور کیهانی و عرفان حلقه یاد میکنه ذکر میکنه. هزاران نفر آسیب دیده داریم که منتظر حکم اعدام هست. یعنی در واقع آقای انهاری با رندی خاصی از یک سو پای اشخاص دیگر رو میکشه وسط، همون کسانی که ازشون نام برده شد، و از طرف دیگه کل مسئولیت این حرف رو میذاره رو دوش یک اشخاص موهوم، ولی خودشه که داره این حرف رو بیان میکنه. الان هزاران نفر آسیب دیده داریم که منتظر حکم اعدام هست. خب بعد از این که ما انتقاد وارد کردیم که در جایی که همه راجع به ضرورت آزادی یک بیگناه دارن صحبت میکنند و اقامه دلیل و برهان میکنند، شما چی کاره ای؟ به چه حقی پا در این میدون گذاشتی و اصرار می‌ورزی که این آقا اگر روزی 100 بار اعدام بشه هم براش کمه؟ بعد آقای انهاری رئیس کنونی مؤسسه موسوم به نجات از حلقه در یک نوار صوتی اون حرف آخر رو بیان کرد که من موافق اعدام آقای طاهری نیستم، من خواهان اعدام اندیشه آقای طاهری هستم، اندیشه آقای طاهری باید اعدام بشه، اندیشه آقای طاهری باید دفن بشه. این عین جمله هایی که این آقا گفته که با هم میشنوید. آقایی به نام مصطفی آزمایش اومدن دایه مهربان تر از ما
مادر برای یه فرقه دیگه شدن. برای آزمایش این مطلب رو خدمت شما میخوام عرض بکنم که بنده در روزنامه عرض کردم از قول آسیب دیده ها که آقای طاهری اگر 100 بارم روزی اعدام بشه کمه. من خودم تو به شخصه موافق اعدام آقای طاهری نیستم، چون معتقدم خون این بابا میخواد این جریان رو آبیاری کنه و مثل باب بیاد بهائیت رو رشد بده. آقای طاهری اصلا باید بیاد برگرده بگی که من اشتباه کردم این راهی که رفتم، و این فرقه هم برگرده بگی اشتباه کردم که این راهی که رفتم. با اعدام کاری انجام نمیشه. اگر شما نگران یه نفر هستین که در زندان الان و جرمهایی داره، ما نگران هزاران نفر هستیم. یه کسی که تو هیروشیما دگمه ای رو میزنه و میلیون ها نفر رو از زندگی ساقط میکنه و مدال هم برای اون کارش میگیره، کی پاسخ اون همه انسان رو میده؟ یه کسی که میاد یه فرقه را میندازه، عده‌ای رو دنبال خودش، هزاران نفر رو دنبال خودش میکشونه و گمراه میکنه، کی جواب این خانواده ها رو میخواد بده؟ این کمپینی که ما در سایت را انداختیم در حمایت از حکم دادگاه، 18,000 نفر و بیش از 18,000 نفر امضا کردن. اگر کسی اشتباه کرده باید تاوان اشتباهش رو هم بده، اونم با عدالت دادگاه، چه اعدام بشه چه نشه. موضوعی که در مورد مطلب بنده در کیهان مطرح کردن، این رو ما میخواییم به بحث بشینیم که آیا حرف بنده تناقض داشته؟ من دیشب عرض کردم که موافق اعدام اعتقادی آقای طاهری، موافق اعدام آقای طاهری نیستم، موافق اعدام اعتقادی آقای طاهری هم و میخوام که این افکار دفن بشه. تلاشمونم این هستش که این افکار دفن بشه حال که این جمله ها رو از زبان رئیس مؤسسه تکفیری موسوم به نجات از حلقه شنیدیم، که زیر مجموعه فرقه تکفیری فرق و ادیانیه، متوجه میشیم که این آقا در کدوم مکتب تربیت شده. در جایی که به صراحت صحبت از اعدام اندیشه میکنه، از نظرگاه اعضای فرقه تکفیری فرق و ادیان، اندیشه رو باید اعدام کرد و اندیشه رو باید دفن کرد. اعدام آقای طاهری به عنوان اندیشمند تبعیه، اعدام واقعی اعدام اندیشه است نه اندیشمند. این مکتب و این دیدگاه هیچ تعریف دیگری در آنسیکلوپدیا، در دائرة المعارف و در لغتنامه جز فاشیزم ندارد. مدیر مسئول انجمن موسوم به نجات یافتگان از حلقه این موضع فاشیستی رو در صحبت دیگری در ارتباط با حکم صادر شده از جانب دادگاه بیان کرده و مصرحاً و مؤکداً اصرار می‌ورزه بر ضرورت اعدام اندیشه آقای دکتر محمد علی طاهری و دفن این اندیشه و رجوع به روایات منسوب به اهل بیت.
ولی من به شخص خودم عرض میکنم که منتظر اعدام آقای طاهری نیستم و خیلی از عزیزانم این رو میگن و ما منتظریم و معتقدیم که عقاید و مطالب و ادعاهای آقای طاهری اعدام بشه و روشنگری بشه تا خود مردم این جریان رو ساکت و خفه بکنن تا انشالله به حول قوه الهی همه مردم در خونه اهل بیت جمع باشن و آقای طاهری که برمیگرده میگه که واسطه بین مردم و خدا شعور کیهانی، همه این ادعاهای خرافی رو انشالله دفن بکنیم و از بین ببریم و خود آقای طاهری هم امیدواریم که به اشتباهات خودشون پی ببرن و انشالله که این اعتقادات انشالله دفن بشه. سلام خدا بر همه عزیزان، شما رو به خدا میسپاریم. یعنی قطع نظر از جنبه علمی و فنی و تخصصی نظریه ابراز شده توسط فردی که به سبب صدور این نظریه مورد تأیید مجامع علمی بین المللی واقع شده، رئیس مؤسسه موسوم به نجات از حلقه میگه باید دست از علم کشید و به روایات رجوع کرد و متوسل به در خانه اهل بیت شد.